علیه اتوکل و الیه المسیح. سلام و درود و تحیات وافر ما بر همه پیامبران و سرسلگان فصول تاریخ بشریت و راهگشایان به سوی حق و عدالت. سلام و درود ما بر همه صدیقین و صالحین و سازندگان مجتمع عدل و قسط و رهبران به سوی حق. سلام و درود ما بر خاتم انبیا محمد مصطفی بازگشاینده مکتب توحید و عدل برای جهانیان. همه پیروان و صحابه بزرگواری که راه این پیامبر را پیمودند و بر همه اولیاء و ائمه طاهرین و شهدای راه حق. سلام ما بر فاطمه معصومه که در جوار قبرش نشسته ای، معصومه ای که در راه خدا هجرت کرد، معصومه ای که مکتب امامت و قیام و عدالت و شهادت و زندان و شکنجه و هجرت را از سرزمین حجاز و عراق به ایران آورد. همین معصومه‌ای که در قسمتی از فلات مرکزی ایران آرمید، معصومه‌ای که همه سازندگان فکر و مکتب را در پیرامون خود جمع کرد، معصومه مهاجره، معصومه رهاورد ندای نبوت و امامت، معصومه ای که سالیان دراز در پیرامونش فقها، علما، محدثین، متفکرین، فلاسفه عظیم اسلام که پایه‌گذار فکری مکتب اصیل اسلام بودند و این مکتب را در همه ایران و دیگر سرزمین‌های اسلامی گسترش دادند، به شهر قم آمدند،
قیام اسلام را و فرمان قم را و همه مردم هوشمند و زجر کشیده و محروم ایران برسانند. همان فرمانی که از غار حرا شروع شد و سپس به قیام رسالت و سپس به حرکت انسانها انجامید. یا ایها المدثر قم 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 فانذر و ربک فکبر. چه ندای دلانگیزی، چه نام پرمحتوایی. قم، شهر قم، شهر قیام، شهر قیام اصیل اسلامی، شهر مکتب اهل بیت، شهری که قیامهای فکری از همین شهر آغاز شد تا به چنین قیام عظیم انقلابی و اجتماعی که امروز مشهود ماست رسید. سلام و درود ما بر مردم قم، بر شهدای قم، بر طلاب قم، بر فضلای قم، بر مراجع مسئول قم. این قم که روزی در انزوا بود، امروز سرنوشت ساز کشوری بلکه جهانی شده. این قومی که بعد از 1400 سال فرمان یا ایها المدثر قم فانذر را اعلام کرد و روش همین فرمان را که در تاریخ زندگی محدود حیات رسول خدا پیوسته و نزدیک بود و در زندگی ملت اسلام با فاصله انجام گرفت، مرحله اول وحی بود و نبوت، آگاهی بود و جهانبینی، حرکت انسانی بود در درون غار حرا، دستور قرائت بود و به دست گرفتن قلم، مرحله دوم تدثیر بود، یعنی به خود فرو رفتن، در زیر جامه خود پوشیده شدن و اندیشه کردن و ابعاد رسالت را و چگونگی انجام آن را بررسی کردن. یا ایها المدثر، ای آن که سر به جیب فرو برده ای و در حال اندیشه ای، سپس قیام. همین مراحل را امت اسلام تا این زمان پیموده. مرحله آگاهی، تفکر، اندیشه، برنامه، مرحله شناخت ابعاد مسئولیت انسان و مبدأ و مسیر انسان و وظایف و تکالیف انسان، پس از آن قیام، حرکت، انجام رسالت. ولی همین انجام رسالت و شرایط آن را آیه چنین بیان می کند: قم و انذر. در مرحله اول آگاهی دادن انسان ها به آینده،
ربط عمل با نتایج عمل، آگاهی فرد به نتایج اعمال خیر و شر خود، آگاهی اجتماع در مسیر هدایت و ضلالت خود، این بالاترین مسئله است برای انسان. هرچه انسان متعالی‌تر، دیدش وسیع‌تر، آگاهیش نسبت به آینده بیشتر خواهد بود. قم فانذر. در ضمن این حرکت رسالت، قیام، آگاهی نسبت به آینده و سرنوشتها و جبران کوتاهی‌ها، تقصیرها، گناه‌ها، حرکت که پیش آمد، انقلاب که پدید آمد، در حرکت انقلابی دو مسئله مطرح است: مواجه شدن با دشمن قوی و نیرومند و بزرگ نشان دادن دشمن خود را از آن چه هست. فرد انقلابی در مرحله اول پیروزی خود را بزرگ دیدن از آن چه هست و شرایط انقلاب برای او فراهم آورده. هر دوی این در راه انقلاب خطرناکه. بزرگ اندیشیه، یعنی بزرگ دیدن دشمن بیش از آن که هست، بزرگ دیدن خود بیش از آن که هست. اینجاست که باید ربوبیت را و صفت ربوبیت را که در هر انسانی شعبه‌ای پایه‌ای دارد و قدرت محرکه انسان است، برتر از هر قدرت بیرونی و بزرگتر از خود بداند و در برابر آن غرور، کبریاییت، خودسری، تحمیل شدن بر مردم، همه اینها راه انقلاب را می بندد. و ربک فکبر، همین فقط پروردگار عظیم خود را بزرگ و بزرگتر بدان. در طریق انقلاب آلودگی و خودنمایی و خودخواهی و خودبینی مرحله دیگری است از شکست و توقف حرکت انقلابی. و ربک فکبر و ثیابک فطهر. روشی است که، مسیری است که قرآن در یک حرکت انقلابی اصیل و به ثمر رسان و پیروزمند مثل حرکت پیامبر اکرم بیان می کند. دامن را از آلودگی به هر گناهی، به هر انحرافی پاک نگه داشتن. فرد انقلابی، جمعیت انقلابی، پیشرو انقلابی که فقط توجه به مسیر انقلاب باید داشته باشد، دامن خود را هم باید بپاکد. مبادا آلوده به گناه، آلوده به مالپرستی، آلوده به موضع گیری های در برابر دیگران، آلودگی های خودخواهی ها، خودبینی ها،
سنف پرستی ها، گروه پرستی ها و سیابکه فتح کرد. مرحله دیگر از همه اینها که یک جامعه انقلابی و افراد انقلابی عبور کردند و قدرت یافتند، وقتی است که آب تو پوست انقلابی خواهد دمید. اونجاست که انقلابی به صورت ضد انقلابی در می آید، آب تو پوستش می افتد. توختر، تکبر، این منم که انقلاب کردم، این منم که چنین و چنان کردم. و رجزه فهجر، رجز فضلا علما نشستن. من هم به یاد صحبتها، سخنها، منبرهای گذشتم، میخوام صحبت کنم با شما. از رجز، ابر پر آب، سنگین، انسانی که آب تو پوستش بیفته، خودش دیگر طاووس علیین بدانه. از این و رجزه فهجر، از هر تبختر، تکبر، افتخار فروختن به دیگران، به خلق، خود رو برکنار بدار. و در هر مرحله ای از پیشرفت این انقلاب، هیچ منتی بر کسی مگذار که گمان کنی تمام شده کار، انقلاب به پایان رسیده. ولا تمنون تستکثر، در این راه هرچه زجر ببینی، هرچه ناراحتی برایت پیش بیاید، هرچه تهمت و افترا از مردم ناسازگار به تو متوجه شود، تحمل کن و منت بر کسی نگذار که گمان کنی کار به آخر رسیده و کارت افزایش یافته. ولا تمنون تکثر تستکثر، این خطه مشی انقلاب اصیل اسلامی است که برای رهبر عالی قدر بزرگ ما پیامبر اسلام قرآن ترسیم کرده، از قیام، از قم تا به این مراحل. هر مرحله ایش اگر مورد توجه قرار نگیرد، انحراف از مسیر اصلی خود یا بر می گردد یا باز می ماند. در این مسیر که پیش رفتید، فإذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، اون وقت است که طبل پیروزی زده خواهد شد و بر کافرها، مشرکها، طاغوتها زندگی بسیار سخت خواهد شد. راه فراری ندارند، چه در این دنیا چه در دنیای دیگر. فذلک یومئذ یوم عسیر اذا نقر فی الناقور علی الکافرین غیر یسیر. ملجأ ها می جویند، پناهگاه ها می خواهند، ولی هیچ پناهی ندارند و از آتش شعله ور وجدان های زجر دیده آگاه در امان نخواهند بود. این مشی توست ای پیامبر، ای پیروان پیامبر. زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. این طاغی خودسر، این طاغوت متکبر که خود را یگانه میبیند، دیگر هیچ نفس کشی در مقابل خود نمیبیند. این طاغوتی که همه قدرت های اقتصادی و نظامی و سیاسی و جاسوسی خارج و داخل
در خدمت او در آمده. این طاغوتی که نه بر ملت خود بلکه بر تمام ملل میخواهد نظر و رأی خود و اربابان خود را تحمیل کند، خود را یگانه و یکتا میبیند، چون مال دارد، چون ثروت دارد، چون پشتیبانی دارد. اگر مشی انقلاب به همین مسیر پیش رفت، طاغوت کارش تمام شده است. سأرهقه سعودا، در همون حرکت سعودی که به طرف طغیان پیش می رود او را خواهیم به زمین افکن. این مشی یک انسان مسلمان انقلابی است و این روشی است که قرآن کتاب ابدیت نه تنها برای پیامبر اسوه بود، برای ملت اسلام. در این مشی و در این مراحل مرحله هایی رو ما گذراندیم، مرحله هایی هم اکنون در گذر آن هستیم و میخواهیم بگذرانیم. مرحله ای که از باد و نخوت باید عبور کنیم، از خودخواهی ها و خودسری ها و رجز و کبریاییتی که برای بعضی از انقلابیون پیش آمده باید مرحله مشکلی است بپرهیزیم. باید هنوز کارمون رو زیاد نبینیم و منتی هم بر کسی نگذاریم. ولا تمنون تستکسر، برای خدا فقط، برای ربوبیت، برای نجات خلق، برای آزادی استعدادهای خفته، استعدادهای توسری خورده، برای آزادی انسان از همه اغلال و اسرها که وظیفه اصیل نبوت بود، لیزع عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم، برای همه اینها فقط برای رب و لرب کف اصبر باید بردبار باشیم. باید تهییج شده نباشیم و در این مرحله انقلاب دلخوش نباشیم و گمان نکنیم که کار به پایان رسیده. تصور نکنیم انقلاب ما پیروزمند شده. در مرحله انهدام نظام استبدادی ریشه‌دار موفق شدیم، ولی مرحله انهدام آسان‌تر است از مرحله سازندگی. یک بولدوزر چند عمله ساختمانی رو خراب میکنند، میتوانند بکنند. چند انسان جدی ریشه ساختمانی رو در میارند، ولی سازندگی صبر میخواهد، حوصله میخواهد، ظرافتکاری دارد. مهندس و معمار و بنا و کارگر و مصالح صحیح و آماده میخواهد. ما الان در این مرحله هستیم. ضربه ای که استعمار و عوامل استعمار میتوانند وارد کنند در این مرحله است. در چه مرحله ای هستیم؟ دشمن با کمال قدرت در زیر پرده با هرچه قدرت و قوه در اختیار دارد بین صفوف ما دارد رخنه می کند. بیکاری هست، دشمن بیکاری را چند برابر جلوه می دهد. اقتصاد مختل است، دشمن چند برابر در نظرها انظار خارج و داخل این مسئله اقتصادی ما را بزرگ می نمایاند.
اختلاف هست در حد اندیشه ها، ولی اختلافات رو میبینید اندک کلمه ای، اندک سخنی اگر مخالف یا ناموافق با یک گروه با یک دسته دیگر باشد چقدر بزرگ می نمایاند. ما نباید خودمون رو در مقابل اینها ببازیم. اینی بود و من یادمه در همین مدرسه فیضیه یکی از فضلا بود مثل همه فضلا، چطور شد امروز رهبری شده با این قدرت؟ چرا؟ سرش چیه؟ برای اینکه مبین دردها، رنجها، خواسته های توده مردم بوده، نه یک صنفی نه یک طبقه. چرا؟ برای اینکه هر انگوش روی درد گذاشت. چرا؟ برای اینکه حرف اول و آخرش یکی بود. به الله چه قدرتی داره که بعضی ها میگن استبداد دینی، استبداد دینی، چه استبدادی؟ با مال بوده، قدرت نظامی داشته، یه انسانی تا قبا. این قدرت از کجا آمده؟ از وجدانهای مردم، وجدانهای بیدار شده، وجدانهای هوشیار، مردم دردمند، مردم محروم، مردم رنج کشیده. همین مردمن که باید حاکم باشند، لا غیر.